د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان دښمنان کوشش کوي چې په هیواد کې له مختلفو لارو څخه د افغانانو په منځ کې د باور فضا له منځه یوسي. دا هغه موضوع ده چې نه یوازې نن په وار وار په کلونو کې چې د افغانانو لخوا ویل کېږي چې د افغانستان دښمنان کوشش کوي د همدغه نقطې نه استفاده وکړي تر څو په افغانستان کې د باور فضا را له منځه ولاړ سي او له دې لارې نه دوی خپل اهدافو ته ورسیږي. دا چې څوک نه غواړي افغانستان دایمي ثبات ته ورسیږي او د افغانستان دښمنان څوک دي، څنګه باید دغه ډول دسیسو پر وړاندې اقدامات وسي، د نن شپې بحث مو پر همدې ده. سلام، زه روح لارزی یم او تاسو ته تاوده بحثونه وړاندې کوم. په پروګرام کې را سره درې تنه قدرمن میلمانه دي، هر یو سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی سلیم پیګیر، بل میلمه را سره سیاسي او نظامي شنونکی ښاغلی عزیز تانکزی، او را سره پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز مارج ده. تاسو ښه راغلاست، وایم بخیر راغلاست پروګرام ته. پیګیر صاحب، د افغانستان دښمنان څوک دي چې افغانستان دایمي ثبات ته نه پرېږدي؟ علیزای صاحب گرامی، سلام خدمت شما، خدمت استانکزای صاحب، مارد صاحب گرامی و بینندگان عزیز شمشاد. علیزای صاحب، اگر می تاریخ افغانستان یک بار خوصه نمی 44 ساله افغانستان یک بار پیش چشم خود بیاریم، باز ما دوست دشمنای مردم افغانستان پیدا میکنیم. سه سال از امارت اسلامی میگذره، در طول سه سال شخصا بسیار زیاد انتقادا به خاطر رفع مشکلات مردم افغانستان، به خاطر از اینکه در نظام تغییرات بیاره، همی صلح ثبات که داره می دایمی شوه، بسیار زیاد گفتیم. ولی اگر راست پرسان کنه، در یه آخر تصمیم خود دیگر رقم گرفتیم. چیکنه؟ بیرین فعلا از حرفای ما دشمنان مردم افغانستان استفاده میکنن. اونا فکر میکنن که هر قدر که ما انتقاد بکنیم اونا نفع میبرن، یعنی آب داسیای دشمن ریختاندن است. ما شما در طول 44 سال دیدیم که کافرها سلام میداد که برای اسلام در خطر است. کافرا همروز هم امو کافرا سلام میتا میگه برین که یا اسلام در خطر است، یا مکتب در خطر است، یا قانون اساسی نیست و یا حکومت تک قومی است، تک حزبی است، هر نام سرش میمانین، امو کافرا سلام میتا. و دمی اواخر اگه شما صحبت های پاکستانی ها رو بشنوید، همیش به ضد مردم افغانستان است. مثلا چی میگن که به ضد افغانستان است؟ همی حکومت بانین به جایش، ما تصمیم گرفتیم، خب ما سر حکومت ها دیگه بس نمی کنم، ما دفاع میکنم از مردم افغانستان و از جغرافی که به نام افغانستان است. یک در حکومت کیست؟ روز بعد بیاید دشمنان مردم افغانستان بالای افغانستان حمله بکنه، همه با حکومت یک جای میشه، میرن علیه دشمنان مردم افغانستان استاد میشه. میبینید شما گفته چی گپا، حرفایی که مثلا وزیر دفاعش میگه که ما حمله میکنیم میزنیم به خاطر که لانه تروریسم است. دیروز نماینده خاصشان آقای درانی در امور افغانستان به نمایندگی 5-6 کشور صحبت میکنه، میگه چین هم در خطر است، ترکمنستان هم، ازبکستان هم، پاکستان هم، تاجکستان هم. او برادر، تو سخنگوی 5-6 کشور هستی یا سخنگوی پاکستان؟ با وجودی که میفهمی مناسبات چین، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان چقدر نزدیک است با امارت اسلامی افغانستان. واقعیت های عینی چی است که امروز دورانی نمیخواه او را ببیند؟ واقعیت های عینی ایست که میخواه از طریق تریبیون های بین المللی مردم افغانستان به جهانی ها تروریست معرفی بکنه. دورانی و پاکستان، شما اگر میخواهید که واقعیت به دنیا برسه چی میگین برشان؟ همی اکنون
همین یکنون دایش خراسان در کجا تربیه میشه؟ فلماس که موترهایشان به 200-300 موتر به طرف افغانستان اعلام میتن، بس کجاست؟ همون پاکستان. همیشه گفتیم ببینید برای پاکستان ظاهرخان خراب بود، داوود خان خراب بود، ترکی خراب بود، امین خراب بود، کارمل خراب بود، دکتر نجیب خراب بود، مجردی خراب بود، ربانی خراب بود، دوری اول طالبا خراب بود، جمهوریت خراب بود، امروز امارت اسلامی افغانستان خراب است. پس مردم افغانستان باید بدانند که دشمنی پاکستان با رژیم ها نیست، با جغرافیه که به نام افغانستان است و دشمنی دارند. نقطه ضعف افغان ها چی از کنها استفاده میکنن؟ نقطه ضعف افغان ها، تمام افغان ها رو من نمیگم، یک عده جواسیس است که هنوز هم پشتمو پاکستان میرن، هنوز هم میخواین که از پاکستان سلاح بگیرن بیاین افغان خوده به هر نام باشه، ولی اویجا در حکومت هر کسی که باشه افغان ما که هست، ما نباید دیگه از همسایه ها به هیچ عنوان سلاح بگیریم و بیاییم افغان خوده بکشیم به هیچ عنوان. هر کسی که در حکومت باشه، ما درسته در طول تاریخ مشکلات داشتیم و همروز هم مشکلات داریم در حکومت، ولی ما نمیتونیم من حیث افغان ها، مسلمان ها، انسان ها بالاخره بین خود ششته مشکلات خود حل بکنیم که میتونیم. پس چرا همو جواسیس که پدرش جاسوس، پدر کلانش جاسوس، خودش جاسوس، باز به دامن خارجی ها میرن میگن که در افغانستان حکومت تک قومی است؟ خب بیا بشی او برادری، در جنگ حل شد، در 44 سال افغانستان قبرستان جور کردیم، در 44 سال یتیما، بیوزنا، شهیدا، معلولین، محیوبین آیا کافی نیست؟ کنوز ما از هر کشور به هر نوانه کدام راه ها در افغانستان اینا استفاده میکنه تا مردم به بیتفاقی برن؟ ببینین خب حالش الحمدلله خب مردم دیگه بیتفاق کده نمیتونیم، از این نهایه دلتان جمع باشه و دل از اونام جمع باشه. بسیار کوشش شد که مردم افغانستان با هم پرتن، ولی بازم میگم الحمدلله مردم افغانستان آلوشیار شده. تشکر. شما دیدین که در طول می 3 سال نه چقدر جبهه و چقدر حزب چقدر چیزا جور شد نه، ولی نتیجهش صفر. چرا که مردم افغانستان حال خیر شهر خود میدانند، میفهمند که این سال ثبات باید دائمی باشه، از رای جنگ هیچ موضوع افغانستان حل نشده و نمیشه. پس بیاین منعیس افغان ها بشینیم مشکلات خود در داخل وطن حل بکنیم، با گفت همسایه های مسلمان کافر و هندو و عیسوی نکنیم، منعیس افغان ها بشینیم مشکل خود حل بکنیم. هر کس که ما را سلامیتا او به خاطر بربادی کشور ماست، به خاطر بربادی مننه پیگیر صاحب. مارج صاحب په دې وروستیو کې لکه څنګه چې د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان دښمنان له مختلفو لارو استفاده کوي تر څو په افغانستان کې د باور فضا له منځه یوسي، ګورو یو شمیر هیوادونه په خاص ډول پاکستان لخوا ویا هم د دوی د مختلف ادرسونو لخوا په افغانانو کې یو نوع د شک فضا رامنځته کوي. دوی کوشش کوي چې په دغه شکونو سره د افغانانو ذهنیت مخشوش کی او افغانان سره جلا کی. آیا دې موضوع ته خپل افغانان په عموم کې کاره حکومت ده یا هم وګړي د متوجه دي؟ منم لازم تاسو ته عزیز صاحب محترم، ګرانو ملمنو ته، پیګیر صاحب ته او سنازه صاحب ته، تاسو ته کوم قران تولیدونکو اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. ګوره پردي ملکونه تیار څه کې د دې حق ده، یہ تو باید من گوه تا دوی حق ده. دی ده خپلو ملی گرده پر بنیاد من ده رازی پا افغانستان که گرگرولی جوڑه ای که جگرد جوڑه ای که بسوباتی که ای که جاوستان داری، دا دوی خپل کار کهیه او کار که هر چو تون ویو بیایم کهی گرد دی که ایران ده که پاکستان ده که مرکزی آسیای وادونه دی که نور زبرزواکی وادونه ده، دوی سلام حق ده.
دنیا نن تعریف سمی دوی زانونه دی افغانان و واقعی دوستان بولی دوی چی نظر وړاندې کوي وای چی من په افغانستان کې سبات غوړو یا واقعا په دوی دی باور ور دی چی باور وسی نه قطعا ګوره کده ته دا سبات غوړی اول د ایران هر ورځ راځي طالبان سره ناستې دوستي د وروري د دا او دا ده بیا ګوره همدا اوس هلته علیپور و شجایي و تورن اسماعیل فعالیتونه کوي یا دقل د ترکیې په شان غوندې چې مخالفین یې ټول کړي دي فعالیت یې خوره پرې دوی مستقیما فعالیتونه کوي تجدیلیږي معافلنه جوړوي ګوره شجایي و دا کسان ته قطعا مې کوه همدا اوس په تهران او په مقصد کې د شورا په ورځم باندې ډېر غټ مراسم ورته نیولي وه دوی عملا فعالیتونه کوي دوی هیڅ وخت که په دوستۍ کې ګټې دوستۍ سره کوي که په دښمنۍ کې ګټې دښمنۍ کوي اوس راځو اصلي خبرې ته څنګه چې پایکي صاحب مو فرمایل افغانان فضل د خدای د اوس هوښیار شوي دي ولې ته متوجه دي معمولا دښمنان باید تعریف شي هم کورني دښمنان هم بهرني دښمنان بهرنیان خو ما اورې چې دا دوی مسلم حق د خپلو ګټو پر بنیا مداخله کوي د چا په لاس یې کوي لاسپوس یې څوک دي زمینه څوک ورته مساعد دی د دوی ګټو ته ژمن کسان څوک دي دا مهم دي چارواکي مهم دي چې څه تدابیر دی پاک عمل لري ملت به وجود چې هوښیار شوی ده په دې باندې اوس پوه شوي دي چې د جهاد فتوا په سپینه ماڼۍ کې کارتر راس الله رباني و پیر و خالص و مجددي و دې کسانو سره هلته پروګرامونه جوړول ملت په دې باندې پوهېږي چې د داوودخان په وړاندې کودتا چا وکړله د کې جی پي او د مسکو له دېجې نه راغلي کسان و دوی ورته بودیجه البسار څه ورکوله او هغه ځوانانو کسان یې کینولي وو ما ټول د کې جی پي غړي وو جنګ پردی و جګړه پردی وه قرباني افغانستان ورکړله په دې باندې ټول پوهېږي نن د افغانانو پر وړاندې د افغانستان دښمنان کومې لارې دوی تعقیبوي او دغه لارې څه دي چې متوجه سي هم خلک ورته ستره لاره بې اتفاقي ده ستره لاره درز اچول دي دا افغانستاني کلمه له ایرانه ولې راځي دا د قومي او اطلاعاتي او د قوم مسله پاکستانه ولې مونږ ته راځي دا د تاجکو د پښتون د شمال د شر مسله ولې راځي ولې په لوی لاس من ډیزاین کیږي مثلا یو وخت جمعیت ته ډېر اختیار ورکول کېده نور تنظیمونه شپږو تنظیمو ته نه ورکول کېده په دې باندې باید پوه شي بخښنه غواړم ښه والی په دې کړه چې یو څه پوه شوي دي یو څه چې نه پوهېږي او دا خبرې نه اوري هغه هم کرا کرا یا په خپل عقل مازه پوه شي یا په وهلو ټکولو به بیا هغه راویښ شي یو څو ورځې مخکې دغه بنو کې مظاهرې وې وهل و ټکول و اول په دې چور کې سم چې دا ګوره بې ګناه پښتانه او بې ګناه مسلمانان که په اسرائیل کې کیږي او که په حماس کې دي که په کوزه پښتخوا کې وزل کیږي پاسه مې ځان سره فکر وکړ چې پرېږده چې لږ وویل شي چې دا بالاخره راویښ شي پوه شي چې دا ګټه څه شکې ده تاوان څه شکې ده وطن د چا ده سیاست د چا ده او څوک راځي قرباني څوک ورکوي ولې همیشه په دغو جغرافیو کې جګړه وي او ګټه پردوی ته ځي وسله پردی راځي ډالر پردی راځي رهبري پردی ده ګوره دلته کورې دښمنان هم شته باوجود چې دوی په ناپوهۍ کې یا په پوهۍ کې خپله لابیګران د طالبانو دي طالبانو ته ملاتړ کوي اوس مثلا جبه د مقاومت په نوم جبه د ازادي په نوم یو نوم یې ورکړی ده او اصلا نه تشکیل یې معلوم ده نه یې کسان معلوم دي نه هغه او فیسبوک یوه خبره ده اما کله چې غونډه کوي هماغه د شر او فساد غاصبین قاتلین دا په خپل ذات کې خلک پوهېږي چې دا ډله د جبه سالم نه ده بناندار راځي خپل طالبان سره ملاتړ کوي دا ارغره کړه بل انجینر پوتکی مظاهرې ته حق می خایم و صاحب و حق بشر می خایم حق زمان می خایم په دې معنا چې زه طالب سره د کنترال کې افغانستان اسلامي او سنتي جټونه ده خلکو ته په زور هم د خپل طالب و دغه تاسو مدافع ده یا خپل افغانان منځ کې تانه ورکوي او بل ته چې دغه اخلاق ده او دا د تا مدافع ده دا په خپل ځا کې طالبان ته بیرته لابیګري ده بلې خوا ته ځوانان راپورته شوي دي په لویه پیمانه باندې طالب په نوم پښتنو ته کنځلې کوي تمام مورز پښتنو ته ټولو پښتنو ته انتحاري و تورست و پلانه پستان وایي هغه یو څه پښتانه چې په طالبانو نیوکې کوي هغه هم د دوی له ډار راځي طالب ساتدی
صدا بل لا دیگری ډیر کوي دا بل نو صدا ده دې په ځای دې چې حقایق وایي لکه موږ غوندې راسي په سخرانده په طالب باندې نیوکه وکړو چې طالب او انجینو ښوونځي یې بند کړي دي یا فلان پستان دوی راځي پخوانی فلمونه هلته د لیلي د دشتې فلمونه هلته د عراق فلمونه پخوانی عکسونه د خپل عکسونه جالي جوړې طالب بدناموي بل راځي دغه اصلي فلم یا عکس وي دوی اوس هر څه وایي څوک ته باندې ته باور وکړه په دې ګروپو کې په فیسبوک ټویټر کې اوس خبرونه اورېدل کېږي چې فلانی چې که طالب جبې مقامت داسې وکړل داسې وکړه هیڅوک باور نه پرې کوي ځکه دوی دروغ رسیاته په دې اندازه باندې چې نن دومره طالبان رسول په فلاني ناحیه کې فلاني کلي کې فلاني کې جنگ وسه کله چې موږ معلومات رسولو واسنه داسې خبر نه ایسي دا پخپل ځان کې هغه ده بله خبره دوی ملي ګټو ته ژمن نه دي زه افغان نه یم زه سوریلي ملي نه منم زه تاریخ نه منم زه فلان نه منم دا پخپله ملت باید پوه شي چې دا خلک غلط خلک دي د افغانستان بیرونی دښمنان چې هغه نور هیوادونه یا د هغوی اشخاص دي دا خطرناک دي افغانستان ته او که دا چې د افغانستان دي خو نن په هغه کچه باندې دوی د نظام او د وطن بدبختي ته کوشش کوي چې بیا یو ځل افغانستان جنګ ته بوزي دغه خلک خطرناک دي لا دا خطرناک دا کورنی دښمنان دي ما په سرات ما څو ځلې ویلې کو دیس جاسوسان دیس نفره اعدام سی تاسو باور که لکه د دیرسو هیوادو لښکر ستاسو له منځه بیوړلې یعنې تر دې اندازې پورې دي دوی معمولا خپله دا کار نه کوي دوی ته ویل کېږي دا کار وکړي دوی ته پیسې ورکول کېږي ستانکزای صاحب دلته موږ ګورو د پاکستان سیاسیون او دینی علما کوشش د دې کوي چې په افغانانو کې یو نوی شکونه را ایجاد کړي مثلا مولانا فضل الرحمن وایي چې د اسلامي امارت غړي یا طالبان دی پاکستان دوستان دی بل اړخ ته بیا د دوی سیاست مدار لکه افراسیاب خټک وای چې افغانستان نن پنځمه صوبه ده زه به ستاسو په اجازه د دې دوستانو او د افغانستان د خلکو ستاسو دغه وزینه برنامه ویني او مخکې بیا به تر ټولو تاسو ټولو دوستانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام پاکستان کې دوه نوه سیاست فیرن په پښتنو کې رایج دي پنجابیان خو په حساب دي هغې کې زه نه نیسم هغوی د هندوانو سره تړاو لري د هندوانو ډوډۍ خوري د هندوانو سره د هندوانو په شان خپل هغه روابط قایموي سره یو سوچه پښتانه دي په پاکستان کې یو بدل پښتانه دي بدل پښتانه د خان عبدالغفار خان اولاده پاتې ده خیر غیر لده نه دی د خدای وبخښي ملي شخصیت و د اولاده یې بدله بدل پښتانه دي ښه دوی هغه کسان دي سره پنجاب نه پیسې هم اخلي د ولي خان زمان څه نه میږي د هغې او دا څه به پیادي ده د کمونستانو په وخت کې به دوی همیشه د شورویانو طرفداري کوله عین داود خان له وخته دلته په کابل کې پروت و د تر 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 د ترکیانو د حفیظ الرحمن او د نجیب په وخت کې او بالاخره سې حکومت سقوط وکړ سلیمان لایق وطنجار او پیام ورغله د دوی کره پناه ور وړو درې شپې جهنې ورکړی درې شپې سلیمان لایق هغه سړی اوسي ځان ته بیخي د دې خوا د افغانستان نه لوایي زه د خان عبدالغفار خان لمسی یم درې شپې جای ورکړی هلته مونه نامرده خلک دي محمود خان اچکزی وایي چې دا خاوره د پاکستان ګوره محمود خان اچکزی څوک ده محمود خان اچکزی ښه سو صدا خبره یې وکړله که نه موږ به ډېر اوس په ده باندې نور هم غولېدلي وو دا د دوه نو دا افراس خټک سو دا سو دا سو زه د طالبانو د سیاست ایران یم یاره ډېر یو ښه سیاست یې د پاکستان او د منظور پښتون او د ټي ټي پي او د دوی په مورد کې خپل که مخصوصا دا یو نفر شهید سو پښتونو افغانانو بیل څوک په کې ونیو خو حکومت ډېر یې وښه منظمه پالیسي په کې درلوده ځکه دغه پاکستانیان کسې کې پر دغه افغانان پراته دي په خدای پیژندل ډېر مشکل دی وروره نن د منظور پښتون په خلکو کې یو څوک ده مثلا څه د جبې متحد طرفداري کوي یو دا داسې یو ولکی غوندې ده یو د دې خلکو پیژندل ډېر سخت دي طالبان یې پیژني دا چې وایي پنځمه صوبه د افغانستان او طالبان د پاکستان خلک دي دوی ته څه وایي دا خو څه وایي دی عین شپږمه دي کې شپږمه دي کې واقعیتونه څه شي دي وروره دغه ته ماته خنده راځي
طالب او د پاکستان مریتوب، طالب او د پاکستان غلامی، طالب او د پاکستان امر مرل. طالبان خو ما هم نه پیژندل په اول کې، ډېرو خلکو نه پیژندل. طالب هغه ازادي خوا خلک دي، هغه ازاد منشه خلک دي، هغه زیک پښتانه پکستان دری زبانان ازبک و ترکمن و دویم دیر که خلق دی که طالبان لری دست خلق دی سه نه دی چا پیسی اخلی نه پا چا پیسی مندی وی نه دی کم ملکت جاسوسی کهی نه کرده دی دوی پلارم معلوم ده نیکی معلوم ده دوی دی اما چا بابا فا اغا پل باندی پلی خیده او دی او دوی دست خلق ندی دستی او تی باوتی دی دوم دستی تا سه مخکم یادهانه بکرسه داخلی دخمنان د داخلي دښمنان ته ماته راوښیه. زه خو پرون شپه لاړم پنجشیر ته، عین نه پوهېږم یونی یو نیو بجه مثال له پنجشیر راغلم، خلک مې هم پېژني ستانکزی په دې پنجشیر کې هم خلک پېژني. چېرته ده د مقامات، چېرته ده د دې کمپرو لاندې په فیسبوک کې د طالبانو مقابل کې جنګیالي دا چېرته دي؟ زموږ یې وګورو لږ سره ارقام وړاندې کوي. کومه دي چی شي دي وروره؟ دا وزیر صاحب دفاع یوه خبر کړی ده چې موږ په تفرقه اچوي. ته ځان مه ورخطا کوه، نشته څوک د تفرقه باندې نه اچوي. دا ده چې افغانان هوښیار اوسي. نشته، افغانان هوښیار دي. سی بیخي هوښیار هم رسید افغانان. نور د چا زور په داخل کې په تا نه رسیږي، د خارج نه هم د تا باندې زور د چا نه رسیږي. یو شي که ته ټوټه کېږي چې په منځ کې د خدای ما کړه درس پیدا سي، په منځ کې د بې اتفاقي پیدا سي. طالبه په اداراتو کې یو تعداد بقایا یا توفاله ټول نه لږ سته، ولا نوم ولا د درخیم ولا بدنامي دي، ولا بیا هم په تلویزیون کې هم بدنامي دي، بیا هم وایم بدنامي دي، بیا هم نور د چا نه باک مه لره، مه ډارېږه جز له خدایه، دې خلکو نه مه ډارېږه سې دا دا جبهې مقامت سو دا کته اپوزیسیون یا مخالفین په ټولو حکومتونو کې د دنیا سته، خو هغوی په امریکا کې هم سته، په اروپا کې هم سته، په روسیه کې هم سته. په روسیه کې په ظالمانه توګه بیا وژني خپل مخالفین، خو هغوی صلاح نه لري، هغوی انتقاد کوي صلاح نه لري. د موږ مخالفین خو صلاح لري، د موږ اعضاب و چپل یو تعداب اعضاب و نسی جناب پیگیر صاحب هم نه پیغم د کومیز مشر ده که نه ده، خو داسې ویل کېږي چې ده دوی هغه ده خپل مبارزه په مسالمت آمیز توګه کړې. ولې ستانکزی صاحب د افغانستان دښمنان ولې له دایمي ثباته ډارېږي؟ کومه دي دښمنان؟ زه اوس نور دښمنان نه ګورم، چیرې دښمنان؟ دا چې انتقادات یې د دوراني موضوع یاده کړله چې نمایندګي د افغانستان غواړي وکړي. نمایندګي خو د موږ افغان نه ده، هغه خو برار پنجابی ده، هغه دې وایي. نو نور داخلي دښمنان راوښي، خلاص و قل و قمص و الله اکبر. نور دښمن په افغانستان کې طالب نه لري، که لري راووځي وځي میدان ته، خو ګرمیم تېره سوه، یخنیم تېره سوه، منه یم راغی او پسرلی هم تېر سو. کوم دښمن دې ولید؟ کوم غره په څوکه کې غیر داسې یو څو جعلي فلمونه جوړ کړي؟ کومه ده راوښي؟ قطعا دښمن نه سته په افغانستان کې داخلي. ختم سو، وزیر صاحب دفاع ته زړه دغه جوان سي. وزیر صاحب دفاع قرار په آرام کښېنه. نه دښمن سته، نه تفرقه څوک اچوی سي، او نه څوک کولی سي چې په افغانستان کې نور دا ثبات خلاص کړي. یو تعداد خلک وایي سي موږ په حکومت کې شامل کوي، تیز کوي موږ حکومت کې. حکومت څه شي کوي؟ دغه فراشموله کوي او قطع کوي او پوره کوي. او بعضې وایي سي تخنیکي کسان. ما سره پرون رئیس مینپالی دی دغه جناس و پرون مې ولاله خوله ور بادېده. ما سره هغه ورځ دغه د ګمرکات یو مهم کې څوک ناست و، ولا خوله ور بادېده، ولا د زر روپۍ تافته کالي په وجود کې و. ښاروال د کابل دی ولاړ ده په دومره خاورو کې ولاړ ده، او سرکونه درته جوړي، او افغاني ښاروال د شپږ دنه چترۍ داسې نیولې وې. ښه، نور دی دا نور وزیران دي وګوره، ټول هر یو درته کار کرد وم. او زه بیا له خارج وم، ولا زه دلته باید د دوی په جای مقرر سم، یا زه باید موین سم، یا زه باید چیرته رئیس سم، یا حکومت کې ماته چوکۍ راکوي. دې سړي دغه یو یو وزیر به په دوی کې کوم ولس کاله بندیخانه تېره کړه په ګوندانامو کې په دو پښو په ولسو کلو کې ناست و، دومره پاکټ کې ډوډۍ ورکوله د څه د وطن لپاره که د بل څه لپاره. اوس به دی لرې سي، او ته به له هغې نه په زمبیل کې به دې دلته راولو، په تیاره کې به دې راولو، له هغې به دې په زمبیل کې راولو، ځکه د بعضې سنونه لوی دي. او دلته به په کرسۍ کې نه و. مبارک شه چې دا کرسۍ تا ته د وزارت یو چوکۍ دی طالبه، چې چا حق نه دسي چې کوه اخلي ټول دې ستا په هغې کې په ولکه کې وي، ځکه سی دیتا کارکردگی دی افغانستان خلق کولی داره. موگه بوری ده موگه لکه موسا شفیق غنده سره هم در رو ده دلتا، او اوس لکه متقی غنده سره هم در تل رو دی سیاست هم لرو دی سیاست. موگه ری ده مو ویسه دوی به
یو شپاره سوال سکاله لوطن لري او دوی لري او پنځه وی سکاله هم سیاست کړم جنگ کړی بیا مې بیا مې بیا مې ولې سي حکومت دوی په خپل غوښتنه کچیرته ضرورت وی را دی ولی هغه کډرونه سي هغه مناسب دي دی حکومت ولې بیا هم دوی د ځان د کډرونه لري او دا اوسنی شرایط دغه ته مناسب نه دي سدا ته د انتقادونه کوي لمیزونه درنولدونکو د ملرو بیا هم بخیر الاس پایگیر سه بولسونه په دغه برخه کې څه کولای شي او څه باید وکړي ترڅو د سایز په افغانستان کې نتیجه ورنه کی میبینین ولسا مردم افغانستان اگر راست پرسان کنی دشمن دوست خودشون آختن آل شناختن یا سابق میشناختن؟ نه آل شناختن سابق اگر میشناختن 44 سال ما اکلیر نمیکشتیم آل مردم افغانستان باید بفهمند که مردم افغانستان پیشتازی نگردین در دولت کیست و صاحب از این وطن شماستین این وطن از شماست هر کار دارین بشینین بین خود همراه حکومت فیصلش بکنین این که شما را پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان هر کشور که سلامیت که خودت برو جنگ و افغانت بکش پس این احماقت ماست به هر نامه که بتا پس این احماقت است بس از دیگه دقیقه وقت هر کس از نام ما استفاده کرد از هر گروه افغانستان گروه دشمن داره فعلا؟ ما هیچ دوست نداریم در دنیا حلیزه ایسای وقتی که شما در 100 سال سه ابر قدرت دنیا را انگلیس و شوروی و ناتو را با 42 کشور شما شکست میتین شما لوز هم انتظار داره که امرای شما کس دوست باشه هرگز نی یگانه دوست افغانستان مردمش است و یگانه دوست مردم افغانستان قوای مثلیش است قوت ما در چی است که بتانیم دشمنا را دستایش خونسا کنیم؟ قوت افغانها در وحدتشان است قوت افغانها در همدلیشان است قوت افغانها در دیگر پذیریشان است قوت افغانها که ما 36-37 ملیتهای مختلف یک جای شدیم و همه افغان استیم یعنی قوت ماست قوت ما کلتور و فرهنگای مختلف ولایتهایی که داریم این قوت ماست قوت ما همیست که در هر ولایت که میری به زبان خود صحبت میکنه این قوت ماست در هر ولایتی که میری نان به مو فرهنگ و کلتور خود برم این قوت ماست بالاخره قوت ما افغانیت ماست بالاخره قوت ما اسلامیت ماست ما که افغانها فقط به دو حرف گرده هم جمع شویم افغانیت اسلامیت بس پشت دیگه اگه پای خورد ریزه که این مردم پشت ما میاندازن و رو پشت پای پرتیم همه ای با افغان هستیم همه ای ما شکر الحمدلله مسلمان هستیم یک چیز دیگه در کشورهای دیگه که میبینین هر کسش مطابق به مکار خود به مکار خود متوجه است ولی در افغانستان انتقاد به این میشه که خلاف مورشته و کار خود مردم کوشش میکنه در هر موضوع مداخله داشته باشه مثلا در بیرون میگی سیاست چطور شد می کار من سیاست یک سیاستمدار باید گپ بزنه حکومت داری چطور شد حکومت است خودت چی میکنی ما چیزی که مقتضای مردم است چیزی که ما میخوایم آرامش و ثبات و کار اصیل میخوایم در افغانستان این مشکل چقدر وجود داره که هر کس به هر کار متوجه است و این بر ما چی توان کرده ببینید خب بیکاری دیگه دنیا کلگی صاحب کار روزگار است هیچ مردم افغانستان خداوند نمی بیکاری رو از بین ببره نه شاید ما هم دیره سالانه نبیم بر خود یک فابریکه مفریکه کار پیدا بکنم هیچ از تاثیرش بیکاری است تو خدا دمی تیک تاک در از خارج کمی چهار تا لچکا هستن نه او از بیکاری است ماش سوسیال مستش کده باز که در درس و در کار که میره نه گم میشه دیگه گم میشن و مردم افغانستان باید بودنن خب اما عزت و افغانیت و اسلامیت تانه نگاه بکنی بلی آز خدا
هیچ کس نماندین که نمانین که به نمایندگی شما از کشورهای غربی کولچ سرلچ پایلچ بره در رسانه ها بشینه به که بگوی من نماینده زنای افغانستانم، یکی بگوی من مادرتان هستم، دیگه بگوی من پدرتان هستم. او افغانستانم ندیده و اگه دیدم بسیار زیاد کم. هدف ما از کیست که هیچ کس حق نداره که خودش افغانیت قبول نداره، اسلامیت قبول نداره، فرهنگ و کلتور و زبان و بیرق و هیچ چیز ما را قبول نداره، اونجا میره به نمایندگی ما گپ میزنه. اگر زن است، مرد است، هر کس کس گپای زور مردم افغانستان نباید بشنوه. تاثیرش چی است اینا که نمایندگی نمیتونه کرده و میخواد نمایندگی بکنه؟ ببین خوب آیا تو خدا ایتان یک بار امی وضعیت امو دختر خانم ها و مرد هایی که به نمایندگی افغانستان و خانم های افغانستان میبینه، تو خدایتان اونمو را بونمو وضعیت که در جلسه میشینن نه اونمو را دست گرفته در قریش ببر، اگر مو دختر خانم ها نکشتش به خدا درش میتن، ولی میره به نمایندگی از اونا صحبت میکنه. مردم افغانستان یک مردم سنتی است. اینا نماینده کی هستن؟ اونا نماینده رو به کشورهای غربی که برشا پیسه میده. ببینید یک آدم که مهاجر باشه، ما تیر کردیم مهاجره، ما 3-400 پا برش ماش بده، آیا او کرای تره رو داره که امریکا بره؟ 3-400 پا او اگه سگرت بزنی پیسه سگرتت نمیشه. خلو کل اگه کسایی که در خارج است میفهمن که من چی میگم. 3-400 پا برای خرچش میتن. ولی اینا ببینید که یک لنگش در لندن است، دیگه لنگش در امریکا است، دیگه لنگش در فرانسه است، دیگه لنگش در تاجیکستان است. پایگیر سپ خواستتان چی است از امارت اسلامی در قبال از اینکه کسی نتونه در افغانستان فضا را مختل بسازه؟ امارت اسلامی افغانستان وحدت درونی خود مانند مردمک چشم خود حفظ بکنن که خدای نخواسته، خدای نخواسته اول از خود شروع بکنن. دو مردم افغانستان، مردم افغانستان الحمدلله ما در بین مردم هستم نی، اصلا فراموش کردن دیگه که کی پشتون بود، کی تاجک بود، کی ازبک بود، کی هزاره بود، اصلا فراموش کردن که یک نعمت خداوندی است که برای ما داده. بنان مردم افغانستان اینمه تو همه چیز فراموش بکنید، فقط به محور افغانیت و اسلامیت جمع شوید، باور کنین همه چیز درست میشه. و ما از امارت اسلامی افغانستان خواهش بکنیم که اجازه نتنگ افراد اشخاص که در خارج هستن اونا را به بهانه‌ای که دعوت بکنن و یا با اونا ملاقات بکنن که یک ظلم میشه در حق مردم افغانستان. تشکر. اونا باید به جزای اعمال خود برسند. کسایی که هنوز هم کوشش میکنن که ملیت ها را جنگ پرتن، هنوز هم کوشش میکنن که به بهانه های مختلف از کشورهای مختلف سلاح بگیره و مردم در جنگ پرتن. ایره یک کم واضح بسازین، چیره ها بعضی هایشان هستن که کادرای افغانستان است، مجبوریت وادارشان ساخته که بره بیرون. هدف ما از کادرها نیست، کادرها نور چشم تمام مردم افغانستان است و از امارت اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که اونا را دعوت بکنه از اونا استفاده بکنه، اگر نظامی است اگر غیر نظامی است همه ایشان دعوت بکنه. شما کیها را میگین که نمید؟ هدف ما از جواسیس و خائنین است که در طول 44 سال امتحان خدا داد و یا اولادای از اوناست. هدف ما اوناست که هنوز هم دول جنگ میذارن. من میگم که ما بسیار مشکلات داریم در داخل، در داخل افغانستان و در دولت، در رژیم است. این ما میتونیم، چرا ما توس هر وقت ما ملاقات داریم با رهبری امارت اسلامی افغانستان مستقیم اینمی حرفای خودمو برشان میذاریم. ما باور دارم که اصلاحات میه، این وطن جور میشه، ولی از رای صلح نه از رای جنگ. تشکر. درنول دون کو دامل رو بیا هم بخیر الاس مارج سیب تیر و چارواک و سیاسون و تا چکول پا کردی پا دی برخه کش تر چو دی افغانان و ترمنز چوک و نسی کولای دی باور فضال منزیوسی یا هم دی دوی ترمنز بیوال ایرانسی بخوانی سیاسون دو رقم دی، یا جنایتکاران دی یا واقعی سیاسون دی. واقعی سیاسون چه وطن تشمن دی، دوی باید اتفاق و ملی گردو تا ملی ویارو تا ملی ارزختونو تا دی افغانستان راتون که ده پاره باید کار وکی دی عامه ذهنیت
رو خانوار تن اقایت باید ملت تو وی خاین باید معرفی کی خاینانه عمال باید معرفی کی مشوره باید سالم آور کی نه چاپلوسی مشوره نه غلط مشوره نه ده خورگرد خور بنیاد بنده آم اپو هوایم باید وی که چاروان که مشوره هم سالم باید یو خست جنایتکاره چون با شود جرمونه معلوم دی تو کچه که تیره گیا و لوارت ودانه گوره اده پختنه باید هر افغان و که چدای لپلار و نکره تاجر و حلال پیدا کری نوش جانه قدر باید و که زد باید و که او سوداگر ده و تاجر ده ده چهره ده سه پا دولتی چوکه پیدا کری ده مستقیم من باید پا دی پوزی ده خاین ده باید محاسبه و صورت محکمه سی نن دوی کم نقش در لوده لیست یا چم را رول لری چه دوی ده افغانستان پا اتفاق بنده کارو که ده افغانانو ترمز نه به اتفاقی ته بلکل آغا سیاسون چه محترم دین خلقی پیزنی چه لحسون پاک دی واقعا صداقت کرده پوه لری بگه خلق را طولیگی از سر لری که ملایان دی که مشران دی که متنفیزین دی که ملکی دی که نظامی دی دوی معقولا خلق رو تحترام دی خبر ملکی دوی باید خلق را طول کی دوی باید تره و لری رازی پروراندیزون باید وی کی بیا تاکید کم آغا توفاق سالار و جنگ سالار و خائن و غل پیونو پا بلنو منده دوی سر باید صاحب کتاب وسی مارج سیب چه باید وسی ترچو پا افغانستان کی دسائس نور نتیجه ور نکی و افغانان دائمی ثبات ورسیگی گوری اوه خبر از اوه که من در اتفاق سرازی وز گرچه خلق پوسیوی چه اتفاق پا چه کده دوی پا دی منی پیس در قومی مسائل باید یو چند دکی مارم بیا همزه تاکید کوم هر چوک چه ترغه هر قام چه خپل تکدار ده قام ده خاین تا خاین و نوائی بیا هم خلق تو مشکلاتی چه را طول سی دا پا دی مانا چه رده چه نهی چه زب پختون هم ده پختون هر خاین باید وستایم و بل باید وغندم چلو چلوی کال یا دا پنزوز کاله که چا چه خرات کرده ده چه هر چوده بده تا باید خاین وید سی پا واضح تکمانده دا یا مثلا منه نه بل آب مشاورین چه چارواکو تا نزدیدیم باید سالم مشوره ورکی چارواکی باید تا تشویق نگی که به غلط روان دی غلط مسئله توجیه ورکی دوره ما خبر از چه کومه و سرای حاکم نظام امارت اسلامی یا ایده چارواکی واقعا که غواری چه مثلا دخمنان هم با مهار کی کارو که خدمت که دوی باید اصلاحات هم باید راودی مثلا دا تولکی گی چه دینجون و خونزی طالبان که خپل واک لری که پریدیه که نیپیدا غلط خبر ده مطلقا واق یا قانونی یا شرعی شریعت ورکره ای یا خلق ورکره ای اغا واق نظام حاکم نظام لري دا پر طول دنیا که اصول ده پا خپل اخواق من دیو کار نسی کوله ای منه نه ماره چه وقت پای ترسیگی متاسفانه دیره منه نکم لطاسو نه ستانک زی سه دل تا تاسو اسلامی امارات چه وایست پا دغه برخه که چه دسایس خونساسی او په عموم کې ګډ کار باید څنګه ترسره شي زه په اسلامي امارات باندې انتقاد نه لرم بلکل انتقاد نشته څه ورته وایم دا بیا حقایقونه سترګې پټول دي څه ورته وایم وروره مارج صاحب خو خپله خبر خپله کوي دی خو هسې ما هم په وزارت خارجه کې مقرر کوي چې زه هم دلته راسم مثال یا دای پیګیر صاحب وایي چې ما هم دلته چېرته مقرر کوي په دې باندې څه انتقاد وکړم راولي سړی ما ته وایي په دې خبر انتقاد وکړه راته ووایه راته زه څه انتقاد وکړم ودرېږه ودرېږه په ټوله دنیا کې ته ودرېږه مهارج صاحب قرضه خو مې نه دي درته کړې خو درته مرې ته کار غواړې وزارت خارجه کې د تا وخت ختم سو ګیرد سپینه سوه خیر ده ته پرېږده دا ځوانان وایي اصلاحي انتقادات اصلاحي انتقاد زه څه ورته مطالب تېرکه ای ورګر چاپلوس ورکه مې وساره تا نه جواب مارج صاحب لتون دو خبرو لوچو کلمات تا پوزار خرجی که مارج صاحب دا کلمات تا خی کار کری پریده دوی تا دوی وگه ما تا دا دی را که تو دل آسه سی پشای گرزولی دی او تا پا لندن که ناسو مزید کولی پریده دوی اوسو که گوره په ټوله دنیا کې انفلاسیون راغلی ده راغلی کنه افغانستان کې د دې طالب پیسې ساتلې ده کوچاته ساتلې که ډوډۍ په ډوډۍ د لس روپۍ ډوډۍ
واوره مارو چه واوره مارو چه واوره تو ما تا خونه مارو چه واوره بس ما خونه نیست اخلا کرد خدای ما کرد اصفاد خونه رای ما خونه نیست اخلا کرد اصفاد ما خدا رای دیوری او میرا سکیه نه مارو چه واوره ای برو رو مانده سم تا تا سو کلا که چوکی در کی ما دینه را کی مارو خدا که چوکی در کی تاله بیار ستانک زیسه ستانک زیسه ندر کی دو جواب کرد اصلاح انتقاد وای باید رسی مکتب دو جرو دوی جوری مثلا کنن تو بدره یارا تا در خوڑا مالی نکرمان بدره گا دیویدان که و جوری پا نه روپای پا پینزه روپای سوی ده دیگوی پا پیسو دیما پا ایراد که پلس روپای و پا اتر روپای سوی زد اقتصادی پلان ده طالب باندی زد انتقادو کما شرمی اگم نه پا دیسپین گیره سی دیدوی دیسپین پا اقتصادی که خارجه چار روپای پلان اونو باندی ز انتقاد کم د دفاع وزارت پکړنو د داخلي د استخبارات ز انتقاد کم شرمېږم لکه څنګه زې سی وای هغه چې خدي خې وای هغه چې نه دی هغه اسلامي انتقاد باید وځي مرته تو دې د طالب زده مرته مېرمن نه نه تر اوسه یو نیم وجه د پنشیر نه په موټر کې تا کې تنه له ډریور سره راغلم کار دې نیمه شپه پورې چراغان ده وژنه نسته قتلونه نشته غلاوه نشته هر چا سی ویلی سی ما لور ته طالب په بده کتلی په کوم ولایت کې زوی ته مې په بده کتلی کور ته مې نه ننوتلی غلاوه کړې په زور د ما ته راسه سی زه وزیر داخلې ته ورځم ولا سی هغه نفر مې کش نه کړي وزیر داخلې مخې ته مې نه درو دغه تبلیغات هم دغه ورک شول چې څوک دې باندې تبلیغ کوي هله سی پلانېږي کې د طالب ته یې کړي دا یې کړي دا کړي دا ټول دروغ دي ګوره نو زه پسې انتقاد په دې طالب وکړم وروره دا به ځواب کې درته ودره نوشته دي کې مدرسه عالی لیسه بی بیا دا سو دی مدرسه و دی مکتب و دی فاقی پا مرز که نجده والی نو خموگ نگرد دا غی مدرسه دی انجون دی خوشی کردی درسته دی مدرسه اینو تو که دا علوم ساینسی پکی زپکی طالب پا دی بانده زیسه انتقادو کم ودر اگر زیسه انتقادو کم مارج سه پلان دیرا تو انتقاد پا چه باید وکی؟ پا چیش انتقاد که؟ دیپلوماتی دی مستقل ده و اصرار آدی سره لکه ما غوندی و کارگری اگر سری شل کالا گوتنامون که تیر کردی تا را وی وزارت خارجی که اگر سری رو اول از شل کالا جواب کردی درشم رو 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 لا لدلمو مننا